امروز ما شما را به عید گشتک خانه به خانه میبرم. جایی هستیم دوستان که اینا میبینیم چه موتورهای دیگه کلم و تنها میخواد که بیایید مبارکی پیش شما. چه افغانستان و اینقدر زحمت کشیدن. ایدی نمیگیری پیسه؟ اینه. دوگانه ایستن یا؟ خو. میبخشین ما دیگه قصه شده میچ چای فراموش ما شد. صاحب کواسک. مبارک باشه. اینم شورنخته که جور شده جمله اینقدر این شخص با سلیقه هست. بسیار منظم است که خانم این کار نمیتونه. سفره وطنی و بسیار زیبا. یک انار خیمه میگیرم تازه دمی جهاز دیگه نه؟ دمی جهاز. فقط دعا و رضایت پدر و مادر. راست. سلام. امروز ما شما را به عید گشتک خانه به خانه میبرم. میریم و از هموطنهای خود احوال میگیریم و سفره های رنگی نشانه میبینیم و قصه های وطنی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، به برنامه عید گشتک بسیار خوش آمدین. عید قربان گشتک است دیگه. عید کلان است، عید قربان است. دوستان و لوی اخترمو دیر او دیر مبارک شدن. دوستان ما عید مبارکی آمد از پیش ما تیر شد و اینجا جای هستیم دوستان که اینا میبینیم چه موتورهای دیگه استاد است و افغانای عزیزم هم در گرد کنار اینجا هستن و ما برآمدیم که در ای آمریکا عید گشتک کنیم، خانه بعض دوستا و عزیزا بریم، از نزدیک بشینیم، سفره های عیدی رو ببینیم، رنگ های عیدی رو ببینیم، عید مبارکی و بغل کشی و این موارد و فضا و رنگ و بوی عیدی را از کالیفرنیا، از آمریکا برای شما عزیزا برسانم. دیگه عید گشتک های ما چندین خانه خود بود، ما خود بودم و قصه های وطنی او دوستان تاسو مونږ سره مل وسته لوی اخترم بیا هم ډیر ډیر مبارک شه. عید حاجی ها هم است، حاجی های عزیزی که در حج و مراسم حج رفتن، حج فرضی، حجتان مبارک باشه و قربانی های تمام شما دوستا که قربانی کردین قبول باشه. دیگه ما حفیظ و شما تمامتون که در خانه ها هستین، در هر جایی که هستین، جرمنی، آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا، انگلستان، کانادا رو گفتم، ایران، تاجیکستان، پاکستان، روسیه و این طرف ترکیه و اینی کل کشورهایی که هستین، افغان عزیز ما سلام همیت ایدانه تقدیمتان و کدمه یک جای کل ما شما به این عید گشتک میریم که چی گپا خود بود. بیاین بخیر، میریم بخیر. سلام علیکم. سلام سلام سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین جان تان جا؟ شریف شما، ساعت عبادت شما، عیدتان مبارک باشه. بفرمایین یک قدم پیشتر. کلم و تنها میخواید که بیایید مبارکی پیش شما. قربان شما، قدم هایشان بالای دیده ما. اسم مبارک چی هست؟ اسم مبارک ما فدا محمد الماس. گفتن که آقای الماس قربانی کرده. قربانی که قدم های شما بالای دیده ما بود. دوستا و هموطن ها میاین، من نمیفهم که چی میگه. همگی قدم ها بالای دیده و رسوم و عنانات ما شما ایجاب میکنه که پشت دروازه کنم میشه. بفرمایید زنده باشه. بین عزیزا دوستا، همی عزیزا همه که در جرمنی هستن میگه ما را زیاد خانه بگردان. تا تشکر، مهربان هستن شما. برین خیلی من طرف میرم. سلام علیکم مادر جان، خوب هستین؟ عید شما مبارک باشه جانتان جورو، از بخیر هستین. زنده باشین، بفرمایید بشین. زنده باشین، تشکر. دوستا، عزیزا، هموطنان گل، در سلسله عید گشتک اینجا رسیدیم پیش یک زوجی که نام خدا هر دویشان یک جای اینجا زندگی میکنن و تنام هستن و نام خدا اینقدر سفره مقبول هم آماده کردن. من دیگه روادار پختن و یا نبودم. خواهش میکنم، هیچ چیز نیست حفیظ جان، قابل خانه نداره. فکر کنم حفیظ جان که
شاید خوشوید بسیار دوست داشتن. به خاطر اینکه رسم معمول ما مردم کابل است که در روز اول عید بعد از اینکه ما نماز میاییم یک سفرگه که جور میکنیم باز عید قربان دیگه بیخید این که خودت رسیدی و بالای دیدی که این تو طالمان بودی مهربان است. خوشحال هستم زنده باشم از دیدار شما. خوش آمدیم. زنده باشم. تشکر. مادر جان اسم مبارک چی است؟ ماری الماس است. ماری جان الماس و الماس صاحب خو نام خدا دیگه تو الماس صاحب ورزش میکنین، ورزشکار هستین به خاطر که تو تازه و تکنه نام خدا ماشاءالله که اجازه بدین افریجان هستم که در نخود سلام های گرم و آتشین خود خدمت شما خدمت تمام دستندر کاران این برنامه ایدی شما و تمام هموطنهای عزیز و گرامی ما در هر کجای دنیا که هستند توأم با عرض حرمت و ادب تقدیم بکنم. مهربان هستم. علیکم سلام. اینه دیگه عید مبارک که دمو یاد سابق دیگه. بله بله. نقشه افغانستان و عید مبارک. نقشه افغانستان اینه ده خانم الماس جور کردن نقشه افغانستان و اقدر زحمت کشیدن ماشاءالله. عید مبارک نشته کردن و این دیگه هم رسم و عنانات سابق ایدی ماست که بر کل یک دانه میدادن از زمین میدادن میدادن باز بچه ها بین هم جنگ منداختن و سواتلی میکردن دیگه امو عنانات اصیل افغانی که چی از دیگه تخم جوشانده و سرشم نوشته کردن عید مبارک این هم شورنخوت که جور شده دیگه جمله شورنخوت که شهدای صالحین و جای یاد بود کناشاویا و ماری جان ماری جان زیاد سرنا خود خور معلوم میشه عبدی جان برات چکنی تندم آماده کردیم امرای سرکا و کچولی بسیار زحمت کشید ماشاءالله ماشاءالله اینه کچولو اینه اینی دیگه سرنا خود اصلی است که ماری جان جور کرده و تنظیم کرده نوش جان تند بفرماییم تناش شما دو نفر زندگی میکنین نواسه ها دیگه کواسه ها اولادا دخترها بچا کسایی که از شما دور است برشان میتونید بله حفیظ جان ما هم از طریق همین برنامه شما عید سعید ادعا را و تمام هموطنان عزیزم مردم شریف و نجیب و غم دیده افغانستان تبریک زنده باشه واقعا احساس همدردی میکنم که اونا در چی حالت های خواد باشن و عید سعید ادعا را برای فرزندای عزیزم برای فامیلای عزیزم برای دخترها و بچه ها بله. فامیل داو جان فامیل ودا جان فامیل خاله جان به تمام انشان عید تبریک میگم عید خوش داشته باشین آرزوهایتان انشالله که برآورده شود با آرزوهای دلتان برسیم بشک از ما یک دعا است زنده باشین لطف کردین مادر جان دلشان نازک شد به خاطر از اینکه درد دوری را ما و شما کل ما به دل داریم دیگه و امو فضایی که باز خصوصا برای شما در وطن چقدر همین دوستا و نزدیکا و نواسا هم اگه می بود در گرد کنار خو این همین شرایط باعث شده کل ما و شما تیت پرک شد بیاین که حالا بریم در طرف آروسی خوب افیزیان قند نازنین خوشحال هستم اول با دیدار شما که من در غیاب هم برنامه های شما را میشه تعقیب کردیم قادر فرخ یکی از سینماگران موفق افغانستان بود که در آغازین وقتی که شما خواب گفتگو را آغازگر بودین اونا با شما بودن ما به یاد دارم یعنی از اون وقت ما برنامه های شما را تعقیب کردیم واقعا برنامه های علمی، ادبی، اخلاقی و همه جانبه بوده من سر اصل موضوع سوالی که شما کردین ما و ماری جان الماس خانم الماس تقریبا فکر کنم چهل چند سال قبل از امروز با هم ازدواج کرد سن ما فعلا در 63 سالگی است 63 سالگی است و ثمره ازدواج ما الحمدلله 4 پسر و دو دختر دو دختر نام خدا 12 نواسه دختری و 7 نواسه پسر که جمعاً صاحب 19 نواسه هستیم و در امی وقتای نزدیک هم اگه اطلاع رسید که خانم الماس صاحب کواسه شد مبارک باشد ما هر دوتون تنها نمیشه زندگی میکنیم ایران یک بگین کوتا بد نیست حفیظ جان خوش میگذره
نصیب و قسمت بود، سفر در قسمت ما بود. بچه کلانم خالد جان دعوت کرد، به دعوتش آمدیم، پاسخ مثبت گفتیم، یک دو ما همراهشان بودیم. واقعا زیاد خوش گذشت، زیاد خوش گذشت. لیکن اونجا افغانای ما نبودن. استاد کمک دق آورد که افغانا نیست، من باید با افغانای خود باشم، با مردم خود باشم. از خالو جان خواهش کردیم که ما را از اینجا ببر. اینا ما آمدیم به سکرمنتو. بد نیست، خوش میگذره. خوش میگذره، بسیار عالی، بسیار عالی. من سالها قبل وقت فرزنددار الحمدلله به سر منزل مقصود رساندم، این ازدواج کردن ما با خود در وابستگی نگه نکردیم. فقط زندگی رو برشان آماده ساختیم تا خودشان بیازماین، زندگی بکنن، تجربه بکنن. نه ما باعث ملالتشان شویم و نه اونا با ما خستگی احساس بکنن. تقریبا آخرین به اصطلاح مستمری زندگی ما دخترک ما بود که 4 سال قبل ازدواج کرد و او هم فعلا در هندوستان زندگی میکنه. یعنی ما دیگه دو به دو و تنها با هم همیشه خواستیم که زندگی رو همیشه با هم باشیم و هیچ وقت بر اولادا دردسر و مشکلات خلق نکردیم. بله، والا این بیخی یک دید متفاوت است که شما دارین، یک دید کاملا متفاوته که خواستین که شما همیشه جدا و مستقل باشین و با مو رقمی که میخواین زندگی کنین. اگرچه نام خدا فامیلای افغان همشان عزیزا، اولادا و دخترا و یا هم فرهنگ ما شما به شکل است که زیاد احترام میکنن کلگی، اما دیدی که شما دارین کاملا متفاوته. قدر دنیا فکر میکنم که وقتی که زندگی وابستگی میباشه به این وضع دید که احترام بیشتر شد و کمتر میشن. چرا دیدگاه متفاوت است، طرز دید نسبت به زندگی متفاوت است، اندیشه ها متفاوت است. چرا ما نخواهیم که انسان ها آزاد زندگی بکنند؟ ولی احترام به این معنی نیست که حتما با ما باشه و احترام داشته باشه. خوشبختانه من تماما فرزندان راضی هست. بشک آقای الماس، فقط کوتاه از در مورد ایدام یک کوتاه بگویم. فقط دسته دادی بودیم که تو یک دفعه خانه ماما بریم که ما رو یک دویی ایدی بتا. ایدی بتا، بله. همین کلی چیز تیر بودی. نارنج پلو شما اینجا میبینین، یکی از انانات مردم کابل است. خاص است. یک برنامه جدای دیدار وطن داره با آقای الماس و خانم الماس. انشالله به زودی خواد داشتیم که امی تجارب 40 چند سال بودن یک جا، زندگی، خانواده، جوانی، این همیشه باز به جزئیات قسم میکنیم. ما شما اگر از الماس سعیست ارگاه انشالله خواست خدا باشم چه یک برنامه باشه و ما او تجربه ها را شریک بسازیم و در خدمت تمام جوانان و هموطنان خود هستیم. 4 فامیل بود، 5 فامیل بود، 6 فامیل بود، کلشان می آمدن در گرد یک دسترخان ایدی میکردن. همین نارنج پلو و همین کیک و کلچه و این قربانی و همین رسم رواج بود. بله، یک نکته که من ارتباط بیوکپای خانم علمات اضافه میکنم، یعنی کلچه در وطن ما ایتو ساده نبود که یک نفر برد یک دوکان کلچه بخره بیاره دهید. شما باور کنید یک هفته پیش، 2 هفته پیش ثبت نام میشد. حاجی عزیز، ایوب، معصومی، نصیر کارت پروان، اسد شهر نو، اینا کسانی بودند که در مجموع کلچه از یا نام داشت. بودی یک هفته پیش ثبت نام میشد، با 3 بجه شب میخیستیم، با روزه میرفتیم، با در لین استاد میشدیم، با دو کلچه را میاوردیم. این چیزهایی هست. و مسئله اولادا دیگر ما را بیمیمان نماندیم، واقعا ما را خوش ساختیم. تشکر. واقعا عید ما چندی شد. زنده باشیم. هیچ نمیگم که زیاد از اون. زنده باشیم. تشکر. هیچ احساس تنهایی نکردیم. نه، مهربان هستم. عزیزا، سلسله از این گشتک است و رسیدیم به یکی از دوستای دیگه ما که ببینیم هست خانه، نیست خانه و چی کیف میکردن امید که شما میگردین خانه به خانه میرین و پشت دروازه میرسین یکان دفعه بیدون زنگ هم برین و هم یک کیف داره. حالا کلی که زنگ میزنه باش که
اینجا یک تک تک کنیم. خدا از میمانا شما رو نسازه که از پشت در شیشه سعی کنه واز نکنه دروازه رو برتون. این سلام علیکم. سلام علیکم. یام شریف بیادر. عید مبارک. عید قربان داخل آجا و غازی ها. انشاءالله که در صف آجا و غازی ها ببینیم. جان تانجور. بخیر. ستان خوب است. دیگه سید یاسین جان عزیز که در اینجا هستن و وعده کرده بودیم که بیاییم یک بار داخل خوش آمدیم قصه کنیم و سر سفره ایدی بشینیم. گفت یک سفره ایدی دارم، بیاین کل دوستا و کل امتان ها میمان هم هستن دیگه گشته. تشکر، زنده باشین. نام خدا، نام خدا. سلام. سلام. سلام، چطور هستی؟ مردستا، مردستا، ایدت مبارک. ایام شدی، ایدت مبارک باشین. نام کده، چطور هستی؟ نامه کشی هست؟ نامش بی بی وسیه. وسیه جان. بچیم سید یحیی. یحیی جان سلام. یحیی؟ یحیی سلام. سلام یحیی جان. یحیی جان خوب هستی؟ راست پیش هستن؟ چی رقم هستن؟ نه، دوگانه هستن یا. خب، دوگانگی هستن. یک بیست دقیقه کلانتر از بچه. بچه از دختر که کلانتر از اون سنگین هم شیشته که من کلان هستم. تو کلان هستی؟ یحیی جان، تو کلان هستی؟ افتتاح دسترخوان ما کردیم یا کسی دیگه مهمان آمده بود؟ بعد از نمازیت که چند تا دوستا که از نمازیت آمدن اول آمدن همیشه باز رفتن. سفره بسیار زیبا وطنی. این شما دوستان میبینین که یاسین جان همه فکر میکنم که یاد تیمنی دیگران رفتیم یاد کارتینه بوده. کجا بودیم؟ خیرخانه. یاد خیرخانه. یاسین جان در خیرخانه بوده دیگه. امید دسترخوان آور میکردی یاسین جان؟ بله بله، مزاری است دیگه. خوی مزاری است. بله. شک به شک. والا بسیار مزدار، یک دسترخوان متفاوت و دوگانگی اکسال هستن. خوار برادر دیگه ای از اردوشان تو ترک دیگه چطور هستن؟ خوب هستن الحمدلله. صلح هست یا جنگ؟ صلح هست. نه صلح هست. مگر دختره که کمک ذره چی هست تو؟ چی میگنش؟ چاو تارک است بچم، چیز نمیگش، میگه برو من کلان هستم دیگه. نام خدا. همی دو دستور ما و دوستا عزیزایی که بیننده هستین، زیبایی های وطن شما در مهاجرت و مسافرت که میافین اینمی از زیبایی هایش. ایدی میگیری بچه اللهی وقته، وقت به خدای چاکلیت پوست داده. نه خوب هستم در خوراک. نام خدا. ما گفتم که چاکلیت برزی ها بتون که پوست کدن نتانه یا وقت پوست کدن. پیسر هم میشناسی؟ نگفتی پیسه را که نمیشنازه. خب اینه باش که اینه ایدیته اینه یحیی ایدیته بگی ما یحیی را تناب چاکلیت بده. یحیی ایدی ایدی نمیگیری پیسه. اینه یحیی اینه پیسه. ایش خبر نیز باش دخترک. ایدی میگیری اینه ای فامیده که بیادر نمی بهتر از شیرنی کده که رزی میتونی دادان شیرنی دیگه هم بخری. اینه میگیری باش خوارش گرفته. خب خوارکش گرفته. بگی ایره بگی ای پیسه رو بگی 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 آفرین. اینه خنده میکنه. خوش شده که سکی چه خوب بچه بچه فامیده است و پدر خود داد که بگی که کارت نشه دیگه. یاسین عزیز یک چای یک شب میخوریم یاسین جان. بازم قسم میکنیم، بازم بسیار تشکر از اینکه در این روز مصروف خودت بر ما وقت دادی. مشکل نیست. یک جان تشکر. اینمی اید است و دوست هست رفت آمد است و بله و باز هم یک کار کنیم که بخاطر که دقیق دقیق و همتانه را کلش میمان خودت شدن. چیزی که در کالیفرنیا است در دیگر کشورها است، در جرمنی و کانادا و در ایجاها افغانه ما زندگی میکنه، کشورهای مختلف. اگر نام بگیریم تعداد زیاد میشه. کل همتانه ما عیدتان مبارک باشه و فکر کنین که خانی یاسین جان گلتان ایدی آمدین و او ما هم رفتیم به خانه شما آمدیم. خب عزیزای دل، ایدگشتک ما بالاخره ما را به جای رسانده که این مهمان ما دوستان کسی هست که یعنی یک آدم بیخی متفاوت است. اینقدر این شخص با سلیقه هست که بی اندازه. اینا شما داخل خانه برین، یعنی اگه اون دفعه تو احساس میکنین که در این خانه یک فامیل زندگی میکنه و همه آشپزی و پاکی و صفایی خانه و این موارد میکنه و خانه تمیز و پاک صفا میباشه. سلام علیکم. سلام علیکم حفیظ جان. سلام علیکم. چطوری؟ شکر که اومدید. خدا جو غازیان. زنده باشین. ایام کریم. بخیر هستین.
سلام تو بس سلامت باشی و خیر باشی. ما میال غیبت نکردم در بیرون بازو را بشنو منتا بعد گفتم مصطفی جان خانهش میریم چون دمید خانه باید پاک باشه منظم باشه میمان میایه سلامت باشی از مصطفی جان همیشه خانهش منظم است و به اگر کنه که تو بیر فامیل کلان نیجه زندگی میکنه اما تناس مصطفی جان سلامت در کل عزیزا میخواهی که میمانت شود حتما انشاءالله اول سلام به خودت و دوم سلام به تمام دوستایی که برنامه عفیز جان هم میبینه چی داخل از کشور است یا بیرون از کشور است یک سلام گرم تقدیم همگی و عید همگی مبارک زنده باشه ای که دیگه اینا در داخل خانه چی میمان نوازی میکنه؟ بفرمایید بفرمایید مصطفی جان ای دیگه داخل میبینیم بیشتر بیان دوستان تشکر از میمان نوازی و از لطف از دعوت دوستا تبریک بر شما گفتم مصطفی جان دیگه یکی از بچه های بسیار بسیار باسلیقه نام خدا خودش هم دکتر صاحب است دکترها دیگه خود میفهمین که زیاد نمی پاکی و صفایی و نظم و دیسپلین بیشتر به مراتب خوش دارن چون از تمام امراض با خبر می باشن از این خاطر مصطفی جان سعی کنین که میوار چینده و یک سلیقه بسیار خاص به خرج داده و دیگه آشپزی هم کدر که میگه میمانم از کلگ دوستا که همین سلیقه آشپزی شما خوش میاد و همین خانه و فضا و ماحول هم بسیار مقبول جور کرده مصطفی جان اینجا مینه یک کاوچ یار ماندی و منظم که دیگه فامیلا اگه بیاین دوستا و نزدیکا اگه بیاین متر از آب خینا همیشه از ما هم زیادتر اوقات فامیل میه هم سیدان اخبار کنیم که است بله بله باز دوار کدامش تفلک ها دارن با اینجا که من بسا ساعتشان تیر می باشه بیاین بریم بیشنیم یک چند لحظه قصه میکنیم فکر میکنین که در اینجا یک فامیل زندگی میکنه و منظم اما تنها اینمی برادر ماست هیچ کسی دیگر نیست مصطفی جان این قوسلر از کجا کردی که اینمی تو تمام امورات خانه و این خانه مثل از ایست که یک فامیل باشه اما تناستی وظیفه میری کارم میکنی و باز اینمی قدر حوصله منظم مثلا نمی اول این ظرفا و این چیزهای تنظیمات کدی بسیار منظم است که یک خانم اینمی کار نمیتونه سلامت باشی عزیز جان اول خوش شکر که باز آمدی دیدم زنده باشم مهربان هستم نزدیک و حساب سلیقه گفتی و ای از امو سابق امو دورانت خودش از امو نصیحت ها و امو دوران تفلیت که ما کلان شده ایم امو بی بی آجی مادر جان همه چیز از امو دوران ما مختیم خوب خوب اولا برتان همه چیز به چی کده بوده دقیق هست هست همه چیز آلی هست و تمام زندگی ما زیادتر وقتات که همیشه بوده ایم و تنات ما چک چند مدت در هند سپری کردم تنها دیگه مسافر بودیم مسافرت و دوم مسافرت زندگی در کمک ها مختیم و آشپزی را کمه این مدت سه سال شد که اینجا زندگی میکنیم اینا همه چیز از سال عادت کردیم دیگه طب خلاص کردیم بعد از او در هند رفتیم و مدت درس اونجا خواندیم بشک پس آمدیم به افغانستان دیگه وظیفه کار بار شروع کردیم دیگه طب خواندنش هم بسیار سخت است بسیار سخت است هفت سال طب خواندین و بعد از هفت سال هم باز دیگه همین شد که آمدیم به طرف امریکا دیگه همه تو قسمت ما را اینجا آورد دیگه همه تو تقدیر قسمت باز مسافر شدیم باز مسافر شدیم مادر جان کجاست؟ بی بی آجی کجاست؟ قبلگا صاحب کجاست؟ پدر جان و مادر جان طرف جرمنی رفتن و با این طرف آمدیم قریبا سه سال شده که ما پدر جان مادر جان را ندیدیم اوه ما بسیار دقام شدیم پیششون امیران کمره از دیگه برشان هر چیزی که میگی یعنی مصطفی جان رو ببینین که نام خدایت احساس میکنین که میاله کل فامیل امرایش هست یعنی میتون منظم خانه رو مادر خو ستون یک خانواده است راست میگم تو ما در اصل تو میگم که شاه باشی گدا باشی که در وطن باشی بیرون از وطن که آرامش روحی نداشته باشی اصلا زندگی وجود نداره و این آرامش از کجا پیدا میشه فقط دعا و رضایت پدر و مادر راست میگی و ما به باورمند هستم راست میگی نام خدا سیدان خوار میجسته خب همشه راست بسیار خوب میفهمی که نام خدا چقدر میروان است و همیشه میاین دیدن یک چای بسیار مزدارم جور کرده مصطفی جان و ای میوه‌دانی و یایشام اونا ببینین که مصطفی جان بسیار سلیقه منظم هم داره در می انتخاب سلام ظروف خانه و یا حوصله کار داره مصطفی جان یک سوال مصطفی جان این است که کلگی وقتی که مسافر میشه کم حوصله‌ام میشه باز می کار کنم باز برم پس دیگ کنم در خانه جمع جارو کنم یک خانه باشی رو بچلانم کار مردم بعضا نمی باشه
مردا بیخی حوصله‌شان هم داشته باشه. خود چطور این تنهایی را انتخاب کردی یک و این میخانه را منظم کردی دو و در اتاق مسافری نرفتی که دیگر را یک جای نشدی سه؟ آشپزی میکنم. ما آشپزی را من در این مسافرت که در تحصیل رفته بودم به کشور هند آشپزی را موچی یاد گرفتم. یک سرگرمیز برای من وقتی که زیاد دلتنگ میشم و بساب خسته میباشم بازم این آشپزی مرا در فکر من دیگه میکنم و مسئول خود میباشم. کابل کار را میکردین در کدام شفاخانه؟ وظیفه هم گرفتین یا نگرفتین بعضی که تب خلاص کردین؟ من که تب خلاص کردم در یک مدت کم در شفاخانه بودم همراه دکتر صاحب شجاع‌الدین شارق سار رفیق نزدیک من است و بعد از او باز من در پارلمان وظیفه گرفتم. من ایسا مشاور صحی ولسی جرگه. دیگه یک گلاس چای میخوریم؟ نوش جان چای تا بفرتیز جان باز میریم بخیر اقلومان نان میخوریم که من یک چیز آشپزی کردیم بخیر ببینیم که خوشت میایه نمیایه. پیام خود به از او دخترها و خانمها چی است؟ که همی علاقه ندارن به می آشپزی؟ شوق و حوصله‌ش نداشته باشی باز خوشت نمیاد دیگه. باز یکی همی آشپزی که است به حساب همو زیادتر دمو وطنم و شما کل همی آشپزی ها رو سر همی دختر خانمها و طبقه و خانمها میکنند. بله در اصل او که او گفت نیست دیگه هر کس که همو مهارتش داشت و علاقه‌ش داشت و امو کنه امو آشپزی کنه. والا بسیار سخت است پشت گپ نگرد مصطفی جان. یک تخم پخته کردنش بسیار عذاب کلان است. چی برسه که تو برنج پخته کنی باز 4-5 رقم چیز دیگه. و مصطفی جان با چیزای عوضانه را بسیار به ظرافت پخته میکنه. یک دفعه دیگه مهمان شده بودیم و ما دیگه دخترها و یایی که میبینن که علاقه ندارن میگن تهار به ما بیا بشینه. این دیگه مصطفی جان سعی کنین که چیه گلگوی کلان است برای کل ما و شما که با حوصله کار میکنن. این رو من مصطفی جان میبرم تو دیگه چیزا بکش که ما هم که یکم کاری کنم. من خود پخته کردن یایش مهارت ندارم، حداقل در بردنش مهارت دارم، در خوردنش کدیش یا هم در این بین مانده میشه. این دیگه قرمه سمارق است. سمارق هست که مرچ دلمه. مرچ دلمه و یا بله بله بشک بشک. روز عید و قدر زحمت کشیدی والا یک روز نیم روز آشپزی کردی مصطفی جان؟ من والا امروز همونطور فارغ بودم من گفتم باش که با هم یک نوشجان کنیم نان با هم گفتم یک اموتان ها کلشان میمان مصطفی جان هستند دیگه. این یا مینه قرمه سمارق کده مرش دلمه و یا که مصطفی جان زحمتش کشیده ایران به این قسمت بانیم. اینی هم دیگه روش گفتی؟ این روش از دیگه همیشه که یک چیز بسیار آسان است. خب من همیشه از این پخته میکنم که میمونیم دیگه میشینیم منتظرش. والا برای خود هر چیز آسان است. برای من یک چای دم کردن هم بسیار سخت است. کنم روز شب بخیر که من آشپزی کنم که یک روز مادر جون بیبیاجی می بخورم که هیچ وقت یک فرصت نشده تا فعلا. نشده هیچ وقت؟ والا اینی بیگه سخت شده. مادر جان هم یاد که میبینین مصطفی جان دیگه می آرزوش بخیر برآورده شو و شما یک روز بیاین که در کنارش باشین که اونا گفت که دیگه یک آشپزی ماکم برای شما کنه بخیر. زیاد چیزا هم تمرین کردی یاد گرفتی یاد یه 3-4 سال. خب این رو میانم مصطفی جان من میبرم. حالا مصطفی جان زیاد هم پخته کردی که این برای چند نفر میشه؟ اینی صادقانه که ایره ما پخته نکدیم. ایره از می خوارای ما یکیش آوردک و بسیار شوق علاقه. والا خیلی بینیم خانشان آباد. از خوار عزیز ما تشکر که مصطفی جان در این احسام همکاری کرده امروز در آشپزی و این گوشت قربانی بوده 100%. کفته استک و نام خدا در عید قربان دوستا و عزیزا زیادتر همین گوشت خور میشن دیگه. کم جنجال داره از دید ما. یک ذره تا جنجالیگه که آماده میشه برای خاطر من این قدر دست نمیذارم. اینی هم اینه سفره میمانی و ایدی آماده شد دیگه جای شما اجزا خالی. سلات هم جور کردی اینه سلاتی که مصطفی جان
جور کرده برای شما دوستان. دمی هر چیزی که در خانه میبینین شما یک سلیقه را میافین. این یا مینه مصطفی جان دیگه نظر نشی بیادر. این ماشاءالله که بسیار یک سفره وطنی و بسیار زیبا. خب دوستای عزیز، اینجا دیگه آمدیم که اول قیس جان بگیریم، اول نورستانی صاحب بگیریم و به خاطر از یان اول از یار گرفتیم که دیر شده بود نیده بودیم. اولتر از همه سلام خودم و به خود زنده باشه. به خودتان و به تمام بینندگانتان تقدیم میکنم. خوش آمدید. حالا که امریکا سه روز کار است. اگر خرافتی است یا عید است مجبور که اینجا دیگه نیست. قیس جان خودت پلان نکرده بودی که در عید بری وطن؟ اول سلام به خودت، تشکر از آمدن، عید تو مبارک، این همه تو وطن همه تانه ما شما تبریک باشه. دیگه نه دیگه زیاد تاش تخمه، آخرین بار که افغانستان رفتم سال 2019 بود. ما فکر میکنم که امی زندگی از اینجا قدر تیز تیر میشه که شما میبینین که عید آمد، باز میبینین که سال نو آمد. یعنی می اتفاقات می یک جمعه آمده باشه. اما تو به خیام تو به یگان تا کلام فکر میکنه ما خود تقریبا زیاد وقت شد نیدیم. بسیار وقت شد تو خودم 5 6 ماه شد. نمو تو یک تایم بسیار وقت زود تیر میشه اینجا. قربانی را در بین شما سر کی روا شده بود، کرده بود، نکرده بود؟ قربانی والا هر دو ما کردیم. خب مگم کوشش میکنیم اینجا کسی مستحق گفته نمیشه که ما قربانی خود آدم راست میگه. بتونه بره. همیشه کوشش میکنیم که افغانستان قربانی بیا خودمونجا بکنیم که دموجا روان شوام اونجا مکاو بیا. نقطه‌ای که امجان امروز صحبت کردیم، اولادا کم دیگه هم کلانتر شوه، فقط مو طریقه و یاش بفهمن که مو فرهنگ ما شما چیز، دین ما شما چیز. دیگه باید اینجا شروع کنیم. در این سر سفره امجان شان یک تک انرژی ها مونده که اینجا دیگه میوه خشک یا نیست، برعکس میوه خشک نیست. به خاطر چهار از زمین پر است، چون که اینجا جایش از دیگه از این محصولات افغانی و زلال موفق و از دوستار دارن، پارتی و هت و دیگه. اینی جوس انار بسیار مشهور بود در کابل و جوس پارادایس که یک وقت شما زیاد میخوردین. این چیزها را دیگه امیدشان با طور عمده میارن و بر عزیزای ما، به افغانای ما در سراسر امریکا میرسانن. دیگه اینی چیزها بسیار مشهور بود و امیجانشان گفت که بیاین خیلی یک جوس خوردن بیاین و میوه خوش ندارین ما. درسته، بابا به خاطر که یک در جایی که میری همیشه یا میوه خوش است چای است. یک انار خیمه میگیرم تازه دمیج هست دیگه نه؟ دمیج هست. اینمی میوه خوش کام هست همه چیز آمد. آره انار. ما خودم هم نوشو جان کنیم یکوان فرگان جایی که میریم دوستا میگن دیگه یک دارن انار یک چیز برای پیش میبینید نوشو جان کنیم. من تشکر نمیخورم گفت که اون وقت خورده میباشین باز پرسان میکنه شما خودتان چرا نمیخورید؟ چی مشکل هست دیگه؟ مشکل هست دیگه باید که خودم بخواید نوشی جان کنید. راز میگن بله بله. و تشکر از قیس جان، از امی جان تشکر از خودتان تشکر از وقت آنه گیرم که وقت شما بارزش هست که مصروف هست. تشکر، خواهش میکنم. باز امیدتان مبارک. با امیدتان مبارک. خوش آمده. تشکر از آمده. عیدتان مبارک. داخل آجا آغاز یا بخیر زنده باشید. خوب است انشاءالله، زندگی بخیر میگذره، صحتان خوب است. ما گفتیم باش که مزاحم بی وقت شویم، من نمیفهمم که با وقت است. در عید یکان دفعه که شما تک تک میگرین یک نفر نه و مبرا یک جای میره. نه انشاءالله باز میگه والا ناقی میامد دل خود میگه. نه انشاءالله جای خود نمیرین. نه خیلی بیاین اونم وطنام کلشان میخواه که بیاین. اسم مبارک مکمل اسیب الله، اسیب جان عزیز، خانه اسیب جان مهمان میشیم و دوستایم که میبینن بیاین که اسیب جان چی گفتنیا داره، چی کرده بگید. سلام، خوب هستین؟ عیدتان مبارک. جانتان جور بخیر. اسم چی است؟ مصور جان بچک تازه. مصور جان بچک کلام زنده باشین. بیاین. خوش آمدین زنده باشین، مهربان هستین. تاریخ قبلی شما
تندارهایی که در تمام دنیا هستن، خصوصا در افغانستان، ایده بهشان تبریک میتونم و ضمنش به خانواده ما، به پدر و مادر از دور برشان ایده تبریک میتونم. انشالله که ایده خوب و خوش داشته باشید. زنده باشید. این دختره که آمد نام خدا. سلام سلام سلام، اختر دی مبارک شد. دل تکینه دل تکینه کینه مال تکینه. مادر جان چنگه؟ خوب هستی؟ بخیر؟ مادر جان مکتب صنف دور خلاص کرد بخیر امسال؟ صنف سه شده دیگه اودا؟ سه شد بخیر. مبارک باشه، والا کلان گپ شده. سوار جان صنف چند شد؟ شش. شش شدی نام خدا. صنف پنج خلاص شد، شش شدی. نیم کدی مکتبه؟ آره. مکتب نیم شده. ایدگشتک میکنی یا من میمان اول هستم، میمان آخر هستم، کدام میمان هستم؟ حفیظ جان اید خو به می رفت و آمد است واقعیتش. اول خو بسیار زیاد خوش آمدی خودت. زنده باشی. دیگه طبعا اینجا هست، دوستا هست، مامایم هست، انشالله دیدن از اونا میریم و ما کوشش میکنم همیشه از دفتر در این جریان پنج سال که هستم سه روز رخصت بگیرم همیشه. خوب کرده. چند دیدی شاید جمع کرده باشین؟ یک صد. تا دو صد میشه دیگه. در کجای کابل می بودی؟ والا حفیظ جان در کابل خود ما در قرغه زندگی میکردیم. ماشاءالله. نزدیک بند قرغه بودیم. خوب بسیار جای خوب بودیم واقعیتش. هوای بسیار خوب داشت. یعنی همین گرمی که هر چقدر در شهر کابل می بود وقتی پس دوباره می آمدیم اونجا طرف خانه از وظیفه دیگه احساس میکردیم که بسیار به شکل عادی و نرمال است. طبعا باز وقتی که برف هم میشد باز زیاد برف هم میراشت. زیاد سرد می بود. بعضی کسا خوب میبره قربانی در پشت خانه کلگی. ما از میمانای هستیم که آمدیم که خود میبریم. آه بخیر انشالله حقتان ماندیم. بخیر اینجا خب امید آسانترین رایش این امی هست که میمان آمد امید برشان بتیم خوبتر از بخاطر آدرس ها دور دور هست. آدرس ها دور هست. دو روز در این میگره خانه های کلگی ببریم. راست میگن. بسیب جان مصروف چی هستی؟ چی میکنی؟ حفیظ جان من امرای دولت کالیفرنیا کار میکنم. بسیار البته امرای دپارتمنت تکسشان. دیگه ضمن از این که این کاربار دارم بس کاربار شخصی خودم دارم و او هم مصروف هستم. در تکس کار میکنید؟ بله امروی تکس کار میکنم. یک کم نامش البته کلگی خصوصا در امریکا چون همه تکس میتن و تکس بسیار زیاد هست خصوصا کالیفرنیا یک دپارتمنتی هست که زیاد خوشبین نداره. ولی از ما وظیفه هست دیگه اجرا میکنیم. باز اگر بگویم که تفتش اونجا میکنیم بازو بهتر بیخی خراب میشه. ولی هست کاربار بسیار جالب است. من این کار در افغانستان هم انجام در سفارت امریکا کار میکردم بخش آدت هم و اینجا هم خوشبختانه میبخشین. من دیگه قصه شده میچ چای فراموش ما شد سوار جانم زیاد زامت کشیدین. زنده باشین. میبخشین زیاد زامت کشیدین. یک وقت هستیم جان داده است که خانه کس که میرفتیم ایدی که میگرفت بر ما که میداد بازی رو مادر ما از پیش ما میگرفت جمع نکرد باز در حسابی پسانم تو را این نمیدادم پیسی تر میگو بگیرم مثلا صد رو پتی جمع کردینه از صد رو پتی بر شما مادر بر شما مثلا 20 شم میداد 80 دیگه شم میزد میگفتی باز بگان چیزای دیگه به دردت میخوره باز بگان چیز برد میگیره اون از اون خاطر من خیلی برز جای ایدی بتم میگرین ایدی؟ نگاه ها باید من بگیرم اینه ای از شما این از شما دیگه که مقصادم رسم رواج است یک وقت خیر باشه. مام که چی میکدیم چی میگنش میمان میامدک میشیشتیم دیگه طرف سعی میکدیم که آخرین دقایقش که باز خوصان میبود که از خانه مبرامد اونجا دیگه بسیار لحظات احساس میبودک که میگفتیم این میمان میره دیگه ناله تا دیگر آوادار نبودیم اما چای صحیح بوده که اما گفت نه چاشت است و عید قربان باید تا لغمنان هم خورده شود. آره یک چیزه که عاجل گفتیم باش که خودت هم و جالبی از این جان که من در چند خانه باید برم کلگی میگه نان باید بخوریم من نمیم کنی چی توی خیلی کم کمر جای بخورین خوب است با ما اندازه که بگو چی نشی آدگر ما زیاد چیز برتان آماده نکردیم فقط هم قدر بسیم باش ای خود از یک غذای کامل و یک مشکل چی میگنش کلان می خود از این ساختن از این داره که یک روز مکمل میگیره که ساخته شود از خاطر وقت زیاد گرفته و آفرین خانواده که دیی دیدم آماده کردن
خوشی و لبخند با HM Production.